یای برجام پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران احیای این توافق را بی‌فایده خواهد کرد. پس از تقاضای فنلاند برای عضویت در ناتو، وزیر خارجه سوئد هم درخواست پیوستن به ناتو را امضا کرد. سازمان ملل میگوید 3752 غیر نظامی اوکراینی در جنگ با روسیه کشته شدند. من تناز خامه از کیف گزارش می‌دهم. و روز جهانی موزه زیر سایه جنگ اوکراین و تخریب آثار هنری و تاریخی این کشور. اعتراضات ضد حکومتی در ایران با وجود فضای به شدت امنیتی و استقرار هزاران نیروی امنیتی و یگان ویژه در سطح شهرها سه‌شنبه شب در تعدادی از شهرهای استانهای چهارمهار و بختیاری ادامه یافت و با به خیابان آمدن مردم گلپایگان به استان اصفهان گسترش یافت. گزارش‌ها حاکی از این است که دست کم 15 استان ایران تاکنون شاهد اعتراضات بوده است. تصاویر و گزارش‌ها حاکی از آن است که در گلپایگان نیروهای امنیتی با گاز اشکاور و شوکر با معترضان برخورد کردند. با این حال معترضان به تجمع خود ادامه داده و شعارهایی علیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی سر دادند. گلپایگان 27 اردیبهشت ماه اعتراض‌ها در شهر کرد در استان چهارمهار و بختیاری در سومین شب متوالی ادامه داشت. تصاویر منتشر شده جو شدید امنیتی از ساعات اولیه شب در این منطقه را نشان می‌دهد. شماری از ویدیوها هم از بازداشت معترضان توسط نیروهای گروهی یگان ویژه روایت می‌کند. اینجا شهر کرده، رحم نمی کنن نامردا، بی شرفا. دارم به زور سوار ماشینش میکنم.
ماموران امنیتی در مراسم خاکسپاری علی حاجی بندی از کشته شدگان اعتراض اخیر در علی گودرز لرستان حضور داشتند که با واکنش اعتراضی ساکنان منطقه روبرو شده. فیروزه جابانی همکارم در استودیو همراه ماست تا بیشتر به همین اخبار بپردازیم. فیروزه، تصاویری دیدیم از شهر کرد و همینطور شهرهای دیگری که اعتراضات درش جریان داره، بیشتر به ما بگو از روایت‌های دیگری که شهروندان برامون اسم کردن. ترتیبی که در واقع شما گزارش‌ها رو گفتیم، روایت‌های بیشتری داشته باشیم از آنچه که برای ما شهروندان فرستادن. ببین، در گلپایگان ما اولین در واقع توی این اعتراض‌های اخیر اولین تصاویر رو داشتیم از گلپایگان. این اعتراض‌ها رو در واقع از شب گذشته گلپایگان همونطور که گفتی در استان اصفهان به این اعتراض‌ها پیوسته. در تصاویری که برای ما فرستادن و ما اینها رو نشر دادیم در رسانه‌های اجتماعی خودمون، در پلتفرم‌های اجتماعی، خیلی از مردم کامنت‌هایی دادن یا برای ما پیام فرستادن که همراه هستن با این شعارهایی که مردم در گلپایگان گفتن. اگه دقت کرده باشی، شعارها هم اصل نظام رو هدف قرار داده بود، هم در مورد یک سری از خواسته‌های نسل جوان امروز گفته بود که نه تفریح کردیم، نه پیشرفت کردیم، جوانیمون هدر رفت، یا اینکه وعده های رئیسی کو، یا اینکه اصل نظام باطله یا خامنه‌ای قاتله. خیلی از شهروندان در دیگر جاها همراه شده بودن، برای ما کامنت گذاشته بودند که چقدر موافق هستن با این شعارهایی که مردم در واقع گلپایگان گفتن. بخش دیگری که اشاره کردی شهر کرد هست. شهر کرد، تصاویری که باز برای ما فرستاده میشه همزمان با اعتراض‌ها، جو و تشدید جو امنیتی هستش. نیروهای یگان ویژه حالا دیگه از عصر روانه میشن، این تصاویر رو داریم، همه برای ما پیام میفرستن که جو امنیتی سیستم های اینترنتیمون همچنان اختلال داره. و روز گذشته هم ما دو تا تصویر داشتیم که برامون فرستاده شده بود که مردم رو هدف گلوله های ساچمه‌ای قرار میدن و به اونها شلیک میکنن. الان هم دیدی که باز چند تا تصویر داشتیم که در یه گوشه معترضان رو در واقع نیروهای یگانه ویژه پیدا میکنن یا بهشون هجوم میبرن و به زور سوار ماشینشون میکنن. هنوز آماری نداریم از اینکه چند معترض در این مناطق بازداشت شدن دقیقاً و یا دقیقاً چطور گذشته روایت این بازداشت‌ها، ولی داریم که ساچمه خوردند و نتونستن برن درمانگاه و گفتند که برای ما روایت فرستاده بودند که اگر بریم درمانگاه اونجا هم هستن. جو امنیتی در درمانگاه شهر کرد هم از دیروز برای ما گزارش‌هایی داشتیم که نمیتونن برن مراجعه بکنن. اما روایت دیگری هم داریم در واقع کامنت‌ها و یا کامنت‌های در واقع کتبی داریم از اینکه در جونقون، همون منطقه‌ای که اولین بار اعتراض‌ها در اونجا اتفاق افتاد و پایگاه‌های بسیج و سپاه پاسداران اونجا آتیش زدن، مردم دوباره دیروز روز گذشته درگیری رخ داده و دوباره مردم هدف شلیک گلوله قرار گرفتن. هنوز تصویری نداریم. حتی روایت‌هایی داریم، برای ما شهروندان گفتند که در بعضی از مناطق در شیراز هم دیروز اعتراضاتی بوده و درگیری بوده. هنوز تصویری نداریم. تا اینجا می‌دانیم که بیش از 15 استان درگیر بودند. قطعا برای ما این تصاویر رو بفرستن، ما باز کتبی باشه در پلتفرم‌های مختلف می‌ذاریم و هی اینها رو روایت خواهیم کرد، بازنش خواهیم کرد در تلویزیون، در رادیو، به هر شکلی که شهروندان بتوانند با این اختلال اینترنت برای ما مطالب یا در واقع گزارش‌های تصویری و رادیویشون رو شنیداریشون رو بفرستن. ممنونم از توضیحاتت همکارم فیروزه جابانی، اینجا در استودیو با ما بودیم. اما همونطور که همکارم گفت، مخاطبان ما مثل همیشه میتونن مشاهدات، تصاویر و روایت‌های خودشون رو به شکل صوتی و حتی کتبی برای ما به واتساپ ایران اینترنشنال بفرستن. ما همه این گزارش‌ها رو در رسانه‌های اجتماعی، رادیو و تلویزیون پوشش خواهیم داد. اما برای بررسی بیشتر اخبار اعتراضات همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن. آقای مهدوی آزاد، در این چند روز گذشته دیدیم که رسانه‌های حکومتی بسیار تلاش کردند که این گرانی‌ها رو توجیه بکنن و به نوع افکار عمومی رو قانع بکنن، اما همچنان می‌بینیم که این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران حالا به شکل پراکنده‌ای ادامه داره. همچنان چقدر حکومت می‌تونه واقعاً افکار عمومی رو قانع بکنه و با خودش همراه بکنه؟
بله درسته که اعتراضات حالا به صورت ملی همچنان در نیامده تو شهرهای مختلف هست. ملی منظورم که یک اعتراضات یک پارچه هماهنگ با یک رهبری مشخص باشه، منتها یکی از سیاسی ترین اعتراضات در واقع یک دهه اخیر تبدیل شده. موقعی که شعارهای معترضین شما نگاه میکنید، عمدتا شعارهای به شدت سیاسی، به شدت عمیقن، یعنی یا علیه استبدادن یا علیه سیاستهای خاورمیانه ایران یا علیه مثلا فساد ساختاری و عمدتا علیه شخص رهبر اول رهبر حکومت، رهبر مادام العمر ایران. در قبال این اعتراضاتی که یکی از سیاسی ترین اعتراضات یک دهه اخیر ایران هست، پاسخ حکومت یا پروپاگانداست در رسانه ها یا گلوله است در خیابان یا حرفای بی سر و ته در مجلس دولت. یعنی در رسانه ها شما اگر نگاه بکنید، در صدا و سیما، برنامه 23 نگاه کنید، دوباره همون روایتی که 40 سال دارن میگن که آره معترضان آشوبگرن، معترضان اخلالگرن، معترضان مزدور دشمنن، معترضان عامل اجنبی ان، مال کشور خرپول منطقه ان، مال عربستانن، مال اسرائیلن، مال آمریکان، مال CIA ان، دوباره همین حرفای بی سر و ته. در حوزه در واقع مجلس و دولت و غیره هم که نگاه کنید که قرار است توجیه بکنن، خب میدید استدلالی که مطرح میشه عمدتاً همون لحظه با نظرات کارشناسی خود کارشناسان همون تیپ رد میشه. سخته که دولت و حکومت بتونه مردم رو قانع بکنه که دست به اصلاحات اقتصادی زده یا هدفش مثلا بهبود اقتصاد ایرانه، چون مهمترین شرط برای بهبود اقتصاد ایران آشتی با جامعه جهانی، نمیدونم رفع تحریم هاست. حکومتی که سرسختانه ایستاده نمیتونه نماز اقتصاد بزنه. بنابراین خیر، من به شما میگم که مخاطبان این پروپاگاندا یا حرفای بی سر و ته در دولت و مجلس همون تعداد مخاطبانی هستن، نسبتش رو دارم عرض میکنم، که مثلا کیهان میخونن یا خبرگزاری فارس میبینن، چیزی بین 10-15% جامعه. اما تا کجا این سیاست سرکوب میخواد ادامه داشته باشه؟ این گرانی ها، این دستمزد پایین، آیا هیچ تبعاتی برای حکومت نخواهد داشت؟ میبینیم که همزمان با این اعتراضات اعتصابات گسترده‌ای هم در ایران در جریان هست. بله، یه قانون بین المللی وجود داره تا کجا سیاست سرکوب ادامه پیدا میکنه. قانون بین المللی میگه تا روزی که دیکتاتور سرکوب بشه، تا روزی که دیکتاتور سقوط بکنه. حالا دیکتاتور اسمشو بذارید رهبر مادام العمر، رئیس جمهور مادام العمر، رهبر عظیم الشان، فرقی نداره، هر چی اسمشو میخواید بذارید، اون نفر اولی که حاضر نیست رأی مردم رو بپذیره، حاضر نیست با مردم حرف بزنه، حاضر نیست توضیح بده، حاضر نیست گزارش بده به مردم، فرقی نداره در عراق باشه، در لیبی باشه، در مصر باشه، ایران باشه، هر جای دنیا باشه، به هر حال اگر دست به سیاست سرکوب ببره تا روزی که قدرت داره و توان داره طبیعتاً به سیاست سرکوب ادامه میده، مگر اینکه این معادله عوض بشه. منتها یه اتفاقی که میفته در ایران، ما یه مشخص ویژگی خاصی داریم. درسته یک حکومت ایدئولوژیک، حکومت نفتیه، ریشه در یک سری از بنیانهای شیعه داره، در چند کشور بازیگره، اینا رو من قبول دارم. منتها چند تا اتفاق همزمان شده، از فساد ساختاری شدید شما بگیرید، بی‌عدالتی شدید بگیرید، تا کمبود منابع اقتصادی. در واقع زیربناهای بوروکراسی نظام اسلامی از اون که ما فکر میکنیم دچار مشکل میشه، دچار ریزش میشه. بنابراین بعید نیست هر لحظه، یه روزی، یه سالی این معادله عوض بشه. منتها پیش شرط عوض شدن این معادله از پیش شرط های اجتماعی است. تو اون زمینه احتمالا باید منتظر زمان باشیم. ممنونم از توضیحات شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن، همراهمون بودید. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد تعدادی از رانندگان اعتصابی بازداشت شده به اوین منتقل شده، اما از وضعیت دیگر بازداشتی ها خبری در دست نیست. رانندگان اتوبوس از 3 روز پیش در اعتراض به مشکلات حقوق و معیشت خود اعتصاب کردند. رانندگان در سامانه 1 در شهرک صدرا، سامانه 2 در مشیریه، سامانه 4 در یاخچی آباد و سامانه 5 در جنت آباد تهران دست از کار کشیدند. دست کم 14 راننده اعتصابی در 2 روز گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. برآوردها نشان می‌دهد حدود 300 راننده اتوبوس در اعتصاب هستند و شهرداری تهران برای شکستن اعتصاب از 700 خودروی نیروی انتظامی استفاده کرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین، همراه ما هستند تا بیشتر به همین اخبار بپردازیم. آقای مهرابی، به ما بیشتر بگین که خواسته اعتصاب کنندگان چیست؟ خواسته رانندگان اعمال مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش 37% حقوق است. بر اساس این مصوبه حقوق کارگران 37% اضافه میشه، اما دولت بعد از اون در مصوبه اعلام کرد که حقوق کارکنان دولت عملا 10% اضافه میشه و حالا به تعبیری شاید کارگرانی که در نهادهای دولتی مشغول هستن شامل این موضوع نمیشن. شهرداری تهران هم تلاش کرده که خودش رو مشمول این
مصوبه دولت بدونه و افزایش حقوق تنها 10% باشه، که این موضوع مورد اعتراض رانندگان شرکت واحد هست. اونها اعلام میکنن که در سالهای گذشته همواره مشمول مصوبات شورای عالی کار بودن، نه مصوبات دولت درباره حقوق خودشون، و اونها به نوعی کارگر حساب میشدن نه کارمند، چون اگر بنا هست کارمند حساب بشن باید مشمول دیگر موضوعات هم بشن. اما شهرداری عملا تاکنون درخواست را قبول نکرده و مطلبی که مقامات شهرداری اعلام کردن این هست که این باید در یک کمیته 6 نفره تصمیم بگیره و فقط شهرداری در این باره تصمیم گیر نیست. البته مقامات شهرداری تأکید دارن که خواسته رانندگان افزایش 57% حقوق هست، که حالا شاید به نوعی تلاش میکنن خواسته را جور دیگه جلوه بدن یا مبلغ را بالا اعلام بکنن، در حالی که حالا اون 57% شامل افرادی هست که حداقل حقوق را میگیرن که اون حدود 5 میلیون قاعدتاً باید باشه، که این متفاوت هست با خواسته رانندگان شرکت واحد و خواسته ای که مطرح شده اون 37% هست. ببینیم که وعده های ایداد حکومت برای اینکه خواسته های رانندگان رو برآورده خواهد کرد، اما به جای اون ما شاهد سرکوب هستیم، شاهد بازداشت رانندگان هستیم، و اینکه به نوعی حالا تلاش میشه، خود سپاه پاسداران تلاش کرده که این اعتصاب رو بشکنه. فکر میکنید که موفق بشه با این عمل کرد که بتونه اعتصاب رانندگان رو به نوعی خونسا بکنه؟ درباره رانندگان شرکت واحد به نوعی حالا شاید اقدامات روانی یا تاکتیک های تبلیغاتی هم داشتن برای شکستن این اعتصاب، از جمله این انتشار فیش رانندگان بود یا مطالبی که خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌ها منتشر کردن که به نوعی حقوق این رانندگان رو خیلی بالا جلوه بدن و اونها را متفاوت با دیگر گروه های کارگری جلوه بدن. اعتصاب کارگران و شرکت واحد در واقع اعتصاب ها یا موضوعات صنفی دامنه دار هست. این سندیکای کارگران شرکت واحد از جمله قدیمی ترین تشکل ها بوده که در دهه 80 که حالا شاید اعتراضات کارگری به این شکل وجود نداشت، اونها از جمله اولین اعتراضات کارگری را سازماندهی دادن و از جمله اول متشکل ترین سندیکای کارگران در دهه 80 بودن، و این روند هم ادامه پیدا کرده. در سالهای گذشتم کارگران شرکت واحد اعتصاب کردند. استراتژی حکومت همواره تأخیر انداختن این مطالبات یا تجمعات بوده، یعنی به نوعی بیان یک سری وعده‌ها مطرح بکنن و اعتراضات را فرسایشی بکنن و مرحله بعد حالا تعدادی از چهره‌های شاخص را بازداشت بکنن و در نهایت اعتراضات را سرکوب بکنن. این مدل همواره ادامه داشته و به نوعی اکنون هم داره همون استراتژی دنبال میشه و عملا باعث شده که تنها اعتراضات به تأخیر بیفته، نه اینکه مشکل به صورت اساسی حل بشه. ممنونم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین همراه ما بودید. اما تا دقایق دیگر و بعد از استراحتی کوتاه به تازه ترین اظهار نظرها درباره مذاکرات احیای برجام میپردازیم. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه میگوید پیشنویس برجام از مدت‌ها پیش آماده شده و موضوعهای مورد اختلاف میان آمریکا و ایران اجازه رسیدن به توافق را نداده. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. ابتدا مروری کنیم بر سرخط خبرها. ادامه اعتراضات ضد حکومتی در گلپایگان و شهر کرد. رانندگان اتوبوسرانی تهران هم در سومین روز اعتصاب دست از کار کشیدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به توقف مذاکرات احیای برجام، پیشرفت برنامه هسته ایران احیای این توافق را بیفایده خواهد کرد. پس از تقاضای فنلاند برای عضویت در ناتو، وزیر خارجه سوئد هم درخواست پیوستن به ناتو را امضا کرد. و روز جهانی موزه زیر سایه جنگ اوکراین و تخریب آثاری هنری و تاریخی این کشور. و
وزارت خارجه فرانسه میگوید تأخیر در احیای برجام یک خطای جدی و خطرناک است و پیشنویس مذاکرات نمیتواند برای مدت نامحدود روی میز باقی بماند. وزارت خارجه فرانسه در پرسش و پاسخ مجازی گفته پیشنویس توافق احیای برجام از 2 ماه پیش آماده است، اما اختلاف میان ایران و آمریکا مانع از نهایی شدن آن شده. فرانسه همچنین پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را خطری برای از میان بردن مزایای توافق هسته‌ای خوانده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت واشنگتن قصد ندارد سرنوشت و آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را به احیای برجام که قطعیتی هم ندارد مرتبط کند. نت پرایس گفته واشنگتن به طور قطعی می‌خواهد شهروندان زندانیش را به آمریکا برگرداند. کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون جنوب بریتانیا همراه ما هستند. آقای متین، از همین گفته های نت پرایس شروع بکنیم که گفته آزادی زندانیان رو به توافق نامطمئن برجام گره نمیزنه، اینو شما چطور معنی میکنید؟ آیا یک نشانه دیگری هست بر اینکه ما باید شاهد شکست مذاکرات برجام باشیم؟ من فهم می‌کنم این رو باید بیشتر در راستای افزایش فشار بر ایران دونست، بعد از به خصوص دیداری که آقای مورا از ایران داشتن. حداقل در این مقطع این الزاماً به معنای پایان یا شکست مذاکرات نیست. این اظهارات آقای پرایس همسو هست با اظهارات مقامات مختلف آمریکایی در حدود یک ماه یکونی ماه اخیر که مدام از این سخن میگن که برای هر دو حالت موفقیت یا شکست مذاکرات برجام آماده میشن، که طبیعتاً یکی از حالاتی که برای به اصطلاح موقعیت شکست هست مسئله دخالت نظامی است، که یک مانور نظامی بزرگ اسرائیل که آمریکا هم در شرکت داره در یکی دو هفته آینده قرار صورت بگیره بخشی از این به اصطلاح آماده سازی برای حالات مختلف هست. در ضمن هم ایران هم آمریکا در طی این مذاکرات برجام مدام گفتن که این مسئله زندانیانی که در ایران هستن، زندانیان غربی، الزاماً به اصطلاح بخشی از مذاکرات برجام نیست، هرچند در عمل به نظر میرسه به هم مربوط بودن. ولی خب ما آزادی خانم زاغری و آقای طاهباز رو دیدیم که قبل از پایان مذاکرات به وجود اومد. در مجموع به نظر من هنوز این رو نباید به معنای پایان یا شکست برجام دونست، ولی بیشتر حالت فشار رو داره بر ایران. اما اروپا خب به هر روی نگران هست. وزارت خارجه فرانسه گفته پیشرفت برنامه هسته ایران مزایای احیای برجام رو از بین میبره. واقعا غرب تا کی میخواد منتظر بمونه؟ بله قطعا. خب آژانس هم گفته که ایران حدود 60 کیلوگرم اورانیوم 40 چند کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% رو داره، به یک سری سوالات پاسخ نداده. 1000 سانتریفیوژ جدید پیشرفته قراره در نتنز به اصطلاح مستقر بکنن. همه اینا خب نشون میده که غرب بسیار نگران این پیشرفت هست. در این رابطه که تا کی اینها به اصطلاح منتظر خواهند بود، به نظر من تاریخ 6 ژوئن بسیار کلیدی هست در این رابطه. در این تاریخ هم قراردادی که در ماه مارس ایران و آژانس در رابطه با دسترسی آژانس به سایت‌های هسته‌ای ولی عدم دسترسی به اصطلاح دوربین‌های آژانس منقضی میشه و قاعدتاً باید یا تجدید بشه یا دربارش صحبت بکنن. از اون مهمتر در روزهای 6 تا 9 ژوئن ما اجلاس دوره شورای حکام آژانس هسته‌ای رو داریم که در اون اگر این شورا ایران رو محکوم بکنه، احتمال اینکه این پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل بفرستن وجود داره و این در گذشته به اصطلاح بوده مواردی که در به اصطلاح دوره منتهی به این اجلاس ایران از ترس این به اصطلاح ارجاع داده شدن به شورای امنیت در رابطه با آژانس سازش کرده، امتیاز داده. و در این دوره اخیر هم با توجه به اینکه آقای مورا با یک سری پیشنهادهای جدید از ایران برگشته ظاهراً به اروپا، غرب تلاش میکنه که این تاریخ رو به اصطلاح در این مدت منتهی به تاریخ فشار رو بر ایران زیاد بکنه و بتونن به اصطلاح به مذاکرات رو در رو باز بگردن در مورد برجام. ممنونم از توضیحات شما کامران متین، استاد روابط بین الملل از برایتون همراه ما بودیم. در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران.
گروگانگیری در ایلام به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن دست کم 7 نفر منجر شد. صبح امروز شخصی که از کارمندان سابق بنیاد مستضعفان ایلام بوده در دفتر این اداره اقدام به گروگانگیری کرده. به گفته فرمانده انتظامی استان ایلام، گروگانگیر پس از کشتن 3 نفر از کارکنان این اداره خود را هم کشته است. وضعیت برخی مصدومان وخیم گزارش شده. با ادامه احضار و فشار بر فعالان صنفی معلمان، صلاح آزادی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان به دادگاه احضار شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان خواهان توقف پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی و آزادی بی قید و شرط همه معلمان شده است. به گزارش این شورا 26 معلم همچنان زندانی هستند. فیروزه خسروانی و مینا کشاورز دو مستندساز بازداشت شده با قید وثیقه آزاد شدند. هفته گذشته خانه و محل کار دست کم 10 مستندساز مورد بازرسی و تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و برخی از وسایل شخصی این مستندسازان هم ضبط شد. با تجهیز 470 نانوایی در استان زنجان به دستگاه کارتخانه هوشمند، طرح فروش کارتی نان در این استان آغاز شد. قرار است تا هفته آینده تمامی نانوایی‌های فعال استان به کارتخانه‌های هوشمند مجهز شوند و این استان نخستین مکانی خواهد بود که طرح فروش کارتی نان در آن اجرا می‌شود. معاون سازمان محیط زیست ایران از تلف شدن دومین توله یوز آسیایی به دنیا آمده در مرکز تکثیر یوز آسیایی خبر داد. حسن اکبری گفته علت تلف شدن این توله در دست بررسی و نتیجه پس از کالبدگشایی اعلام خواهد شد. یوز پلنگی که ایران نامیده شده در 11 اردیبهشت 3 توله را از طریق سزارین صحرایی به دنیا آورد. در ادامه مجموعه خبری نگاهی داریم به درخواست فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو همزمان با جنگ در اوکراین. وزارت دفاع بریتانیا هم میگوید روسیه برای غلبه بر مقاومت اوکراین از چندین هزار نیروی چچنی در ماریوپول و لوهانسک استفاده کرده. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. ابتدا مروری کنیم بر سرخط خبرها. ادامه اعتراضات ضد حکومتی در گلپایگان و شهر کرد. رانندگان اتوبوسرانی تهران هم در سومین روز اعتصاب دست از کار کشیدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به توقف مذاکرات احیای برجام، پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران احیای این توافق را بیفایده خواهد کرد. پس از تقاضای فنلاند برای عضویت در ناتو، وزیر خارجه سوئد هم درخواست پیوستن به ناتو را امضا کرد. و روز جهانی موزه زیر سایه جنگ اوکراین و تخریب آثار هنری و تاریخی این کشور. همزمان با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، وزارت دفاع بریتانیا در تازه‌ترین ارزیابی اطلاعاتی خود گفت روسیه برای غلبه بر مقاومت اوکراین از چندین هزار نیروی چچنی در ماریوپول و لوهانسک استفاده کرده. از سوی دیگر به دلیل پیشروی کند ارتش روسیه در دونباس، روسیه به بمباران مناطق شرقی و مرکزی از جمله شهر دنیپرو ادامه می‌دهد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند سرگرم بررسی همه گزینه‌های ممکن برای نجات سربازان ارتش این کشور از کارخانه فولاد در بندر محاصره شده ماریوپول هستند. صدها سرباز هفته‌ها در این کارخانه پناه گرفتند. تعدادی از سربازان زخمی در 2 روز گذشته به مناطق امن‌تر و تحت کنترل روسیه منتقل شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در 1 شبانه روز گذشته نزدیک به 700 سرباز اوکراینی در ماریوپول تسلیم نیروهای روسیه شدند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده روسیه تاکنون به 226 مرکز درمانی در اوکراین حمله کرده که این حمله ها 75 کشته و 59 مجروح به جای گذاشته. در این مدت روسیه به طور متوسط هر روز 3 مرکز درمانی را هدف قرار داده. مسکو این اتهام حمله به مراکز درمانی را رد کرده.
دبیرکل ناتو اعلام کرد فنلاند و سوئد رسما درخواست پیوستن به ناتو را ارائه کردند. پذیرفته شدن این دو کشور نیازمند تایید تمامی 30 عضو این پیمان است. روسیه گفته در صورتی که زیرساخت‌های نظامی ناتو در این دو کشور اسکاندیناوی مستقر نشوند، پیوستن آنها به این پیمان تهدیدی مستقیم علیه مسکو نیست. سران فنلاند و سوئد فردا پنجشنبه با جو بایدن در کاخ سفید دیدار و گفتگو خواهند کرد. وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست دو روزه در بروکسل بسته تازه کمک 500 میلیارد یورویی برای اوکراین را تصویب کردند. جوزف بورل دیپلمات ارشد اروپا با تأکید بر ادامه حمایت از کیف گفت این اتحادیه اجازه نمی‌دهد اوکراین در مقابل تهاجم روسیه بدون سلاح و تجهیزات بماند. طناز خامه همکارم از کیف اوکراین همراه ماست. طناز، بیشتر از تو بشنویم آخرین ها رو از درگیری ها در اوکراین و همینطور این موضوع که آیا امیدی هست دور جدیدی از مذاکرات بین دو کشور شکل بگیره؟ در میان دیدارهای رهبران جهان می‌بینیم درگیری‌ها ادامه داره. آخرین گزارش سازمان ملل متحد اینطور نشون میده که نزدیک به 4000 غیر نظامی در اوکراین از اوایل جنگ تا الان کشته شدن و بیش از 4000 نفر زخمی. خب این تعداد بسیار بالاست و تعدادی که خود اوکراینی‌ها میدن حتی از این هم بالاتر هستش. بازرس حقوق بشر اوکراین اعلام کرده در میان کشته شدگان 229 کودک بوده. خب وقتی ما در مورد کیف صحبت میکنیم، جایی که اینجا الان درش ایستادیم و در کل استان کیف که شامل شهرهایی مثل بوچا، ارپین، هاستمل و بوردیانکا میشه، میشه گفت 1200 نفر از شهروندان غیر نظامی فقط در این مناطق بودن که جان خودشون رو از دست دادن. و در هفته های گذشته ما شاهد گزارش های بسیاری بودیم که جنایات جنگی روسیه در اوکراین رو نشون میده. برای همین دادگاه کیفری بین المللی هم الان بزرگترین تیم تحقیقاتی خودش رو که 42 بازپرس داره به این کشور فرستاده و الان می‌بینیم که خارکیف که آزادتر شده، شرایط آروم‌تر و بسیاری از روستاها و شهرهای مرزی با روسیه الان درش دیگه نیروهای روس نیستن، شاید این تیم تحقیقاتی بتونن برن اونجا و بررسی‌های بیشتری رو انجام بدن. اما در مورد مذاکرات گفتی، باید بهت بگم که نه امیدی وجود نداره، به دلیل اینکه هر دو کشور دارن همدیگر رو متهم می‌کنن که باعث شدن که این مذاکرات متوقف بشه و به نتیجه‌ای نرسه. طرف اوکراینی میگه روس‌ها اصلا دنبال هدف مشخصی نیستن از این مذاکرات، فقط میخوان برای تبلیغات در کشور خودشون استفاده بکنن. مواضع اونها همونطوری بوده که قبلا هم بوده، موضعشون همه یا هیچ هست. برای همین میبینیم که درگیری‌ها ادامه داره، اونها همچنان دارن نقاط مختلف اوکراین رو مورد حمله قرار میدن. بیشتر به ما از ماریوپول و انتقال سربازان هم بگو. مشخص نیست چه تعداد سرباز در آزوفستال هنوز هستند. در 48 ساعت گذشته گزارش‌ها نشون میده که بیشتر از 500 سرباز تونستن منتقل بشن. بر اساس شرایط جسمی و روحی اونها بعضی هاشون برده شدن به مراکز درمانی و پزشکی، اما همه اونها در مناطق تحت کنترل روسیه هستند و به طوری الان زندانی. در ابتدا معاون نخست وزیر اوکراین گفتش که اونها مبادله خواهند شد با زندانیان روس، اما به نظر میرسه که الان به این راحتی نیست. مجلس روسیه امروز داره پیشنویس قطعنامه‌ای رو بررسی میکنه که اگر تصویب بشه و نمایندگان به اون رأی بدن، مبادله زندانیان، یعنی این سربازان آزوفستال با دیگر زندانیان سربازان روسی در واقع اوکراین قابل اجرا نیست و همین شرایط رو برای این سربازان سخت‌تر می‌کنه. و از طرف دیگه بعضی از نمایندگان مجلس روسیه الان در صحبت‌های خودشون دارن اعلام می‌کنن که اینها تبهکاران نازی هستن و باید اشد مجازات برای اونها در نظر گرفته باشه. بنابراین چشم‌انداز خوب و روشنی در مورد این وجود نداره. ممنونم از توضیحات همکارم طناز خامه از کیف پایتخت اوکراین همراه ما بودیم. اما در اینجا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. هوایی ارتش اسرائیل هفته آینده در رزمایشی در قبرس حمله به تأسیسات اتمی ایران را تمرین می‌کند. در این رزمایش که عرابه‌های آتش نام دارد، ده‌ها جنگنده اسرائیلی حضور دارند. نیروی هوایی آمریکا هم با ارسال هواپیماهای سوخت‌رسان در این رزمایش شرکت خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل هم امروز به ایالات متحده می‌رود و فردا با همتای آمریکایی‌اش دیدار می‌کند.
تورم سالانه در بریتانیا با رسیدن به بالای 9% رکورد 40 سال گذشته را شکست. دولت بریتانیا تحت فشار است تا برای جبران تورم بالا به اقشار کم درآمد این کشور کمک مالی کند. مقام های این کشور میگویند بریتانیا در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دارد و ممکن است این وضعیت در ماهای پیش رو بدتر هم شود. مجلس نمایندگان آمریکا برای نخستین بار در چند دهه اخیر یک جلسه استماع عمومی درباره اشیاء پرنده ناشناس با حضور مقام‌های پنتاگون برگزار کرد. دو مقام نظامی ارشد آمریکا در نشست کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان تأکید کردند پنتاگون با تشکیل یک کارگروه جدید مصمم است منشأ این اشیاء پرنده ناشناس را شناسایی کند. دولت اسپانیا پیشنویس لایحه‌ای را تصویب کرده که الزام دختران بالای 16 سال برای داشتن رضایت والدین قبل از پایان خودخواسته بارداری را حذف می‌کند. هدف از لایحه جدید اصلاح قانون سخت جنین قبلی است که 7 سال پیش تصویب شده بود. در صورت تصویب این لایحه، زنان شاغل در اسپانیا از حق درخواست مرخصی قاعدگی با حقوق هم برخوردار خواهند شد. 18 ماه مه از سوی سازمان جهانی موزه ها به عنوان روز جهانی موزه نامگذاری شده. امسال این روز در حال گرامی داشته می شود که روسیه با حمله نظامی به اوکراین با تخریب موزه ها آثار هنری و تاریخی این کشور را در معرض نابودی قرار داده. نیلوفر منصوری نگاهی داشته به موزه اسکوورودا، یکی از مهمترین موزه های اوکراین. ششم ماه می، ساعت 10:50 شامگاه، موزه تاریخی اسکوورودا در خارکیف با اصابت موشک‌های روسیه ویران شد. موزه‌ای که 50 سال پیش در روستای محل دفن گریگوری اسکوورودا بنا نهاده شد، فیلسوف و آهنگساز مشهور قرن 17. محافظان منطقه به من تلفن زدن که به موزه موشک زدند و همه جا آتیش گرفته. من خودم رو رسوندم و فریاد می زدم کپسول آتش نشانی بیارید، اما دیگه دیر شده بود و غیر ممکن بود. قرار بود که امسال به مناسبت 300 سالگرد تولد اسکوورودا و 50 سال روز افتتاح موزه جشن بزرگی برپا شود، جشنی که با بارش موشک و آتش جنگ به عزای ملی مبدل شد. به گفته ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و به تایید یونسکو، بیش از 200 مکان تاریخی و فرهنگی از جمله موزه ها و کلیساها در جریان حملات روسیه به این کشور تخریب شدند. زلنسکی میگوید نگرش اسکوورودا به زندگی خودشناسی را به مردم اوکراین آموخت، امری که روسیه مدرن از آن می‌هراسد و دست به تخریب یادگارهای او می‌زند. هدف اونها از بین بردن ما اوکراینی هاست، نابود کردن فرهنگ و سنت های ما. میخوان بچه های ما رو به روسیه ببرند و گذشته ما رو پاک کنند. وقتی مردم وارد این موزه می شدن، دست این مرد بزرگ رو می گرفتن و به او سلام می کردن. به همین خاطر دستش کهنه و سیاه شده. خدا رو شکر که مجسمه اون نجات پیدا کرد. حالا همزمان با روز جهانی موزه ها در تمام جهان، نشانه های تمدن اوکراین در حریق جنگ و تباهی می سوزند. نابودی نمادهایی که با فرهنگ و معنویات مردم این کشور گره خورده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. همچنان بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. در میانه این بخش خبری همکارم رضا محدث در بخش ورزش از تازه‌های اون برای شما خواهد گفت. سری بزنیم به دنیای ورزش. دوباره با ادامه این مجموعه خبری همراه شما خواهم بود. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. ابتدا مروری کنیم بر سرخط خبرها. ادامه اعتراضات ضد حکومتی در گلپایگان و شهر کرد. رانندگان اتوبوسرانی تهران هم در سومین روز اعتصاب دست از کار کشیدند.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به توقف مذاکرات احیای برجام، پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران احیای این توافق را بی‌فایده خواهد کرد. پس از تقاضای فنلاند برای عضویت در ناتو، وزیر خارجه سوئد هم درخواست پیوستن به ناتو را امضا کرد. و روز جهانی موزه زیر سایه جنگ اوکراین و تخریب آثار هنری و تاریخی این کشور. اعتراضات ضد حکومتی در ایران با وجود فضای به شدت امنیتی و استقرار هزاران نیروی امنیتی و یگان ویژه در سطح شهرها، سه‌شنبه شب در تعدادی از شهرهای استانهای چهارمحال و بختیاری ادامه یافت و با به خیابان آمدن مردم گلپایگان به استان اصفهان هم گسترش یافت. گزارش‌ها حاکی از این است که دست کم 15 استان ایران تاکنون شاهد اعتراضات بوده. همچنین گزارش‌های شهروندان از سرعت پایین اینترنت در تهران و شهرهای دیگر خبر می‌دهد. تصاویر و گزارش‌ها حاکی از آن است که در گلپایگان نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور و شوکر با معترضان برخورد کردند. با این حال معترضان به تجمع خود ادامه داده و شعارهایی علیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی سر دادند. یا گلپایگان 27 اردیبهشت ماه اعتراض ها در شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری در سومین شب متوالی ادامه داشت. تصاویر منتشر شده جو شدید امنیتی از ساعت اولیه شب در این منطقه را نشان می دهد. شماری از ویدیوها هم از بازداشت معترضان توسط نیروهای یگان ویژه روایت می کند. شهر کرده رحم نمی کنن نامردا بی شرفا دارم به زور سوار ماشینش میکنم.
ماموران امنیتی در مراسم خاکسپاری علی حاجی بندی از کشته شدگان اعتراض اخیر در علی گودرز لرستان حضور داشتند که با واکنش اعتراضی ساکنان منطقه روبرو شد. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران همراه ما هستند. آقای زعیم، ابتدا به این موضوع پردازیم که در این چند روز ما شاهد این بودیم که رسانه‌های حکومتی تلاش کردند این گرانی‌ها و این تورم رو به نوعی توجیه بکنند. چقدر موفق بوده جمهوری اسلامی که افکار عمومی رو با خودش همراه بکنه؟ چون ما شاهد این هستیم که همچنان اعتراضات ادامه داره. به هیچ وجه موفق نبوده و مردم به هیچ وجه حرفای رژیم رو باور نمی کنن. این رژیم از این حرفا در طی دهه های گذشتم به ویژه از 96 و 98 و 1400 هرچی گفتن نه عمل کردن و نه اینکه منطقی بوده. الان هم این موضوع گرانی ها رو گردن بقایی برون مرزی می دونن. در حال مردم دیگه خسته شدن. ما هشدار داده بودیم که مردم دیگه اصلا تحمل شنیدن این وعده‌های دروغ رو، به ویژه که میدونن اینها نه سواد نه تجربه نه خواست این که وضع اقتصاد کشور رو سامان بدن دارن، و بنابراین ما هشدار دادیم. من الان یک ماه پیش دو ماه پیش بود هشدار دادیم که این دفعه مردم بیش از هر وقت در تاریخ این 20 ساله به خیابان خواهند ریخت و دیگه شما چیزشون حریفشون نخواهید شد. حتی از نیروهای انتظامی هم با مردم خواهند شد. تا الان هم شنیدم که برخی از مردم همینطور که پیشبینی میکردیم و گفتیم تو تحلیل همون با اسلحه آمدن بیرون و هشدار دادیم که اگه شما یک تیر به مردم شلیک کنید اونها هم شلیک خواهند کرد، شاید دو تیر شلیک کنن. یعنی مردم به جای رسیدن که اصلا دیگه تحمل این رژیم دروغگو و دزد و فاسد رو ندارن. یعنی آقای زعیم البته من این رو اضافه بکنم که شما دارید به ابعاد خشونتباری در این اعتراضات اشاره میکنید که ما قادر نیستیم این موضوع رو تایید بکنیم، اما در نهایت شما فکر میکنید که سرنوشت این اعتراضات به کجا خواهد رسید؟ ولی ما امیدواریم یعنی پیشبینی میکنیم که در طول سال 1401 که سال جاری هست مردم بر اراده رژیم چیره بشن و رژیم رو وادار کنن یا کنار بره یا تغییرات بسیار عمده‌ای در ترکیب خودش در قانونهای خودش بده و کسانی بیان سر کار که دست کم 4 کلاس درس خوندن تو تخصص خودشون و میتونن کمک کنن به اقتصاد و به سیاست خارجی کشور که بسیار و وضع معیشت مردم. بنابراین من فکر کنم که 1401 یک سال سرنوشت ساز خواهد بود. رژیم همین احساس کرده، الان از ترسش داره مردم رو تهدید میکنه، کما اینکه دست خواست کرده بودن از هر سه نیروهای نظامی، ارتش و سپاه و نیروی انتظامی مردم رو درو بکنن و اینا این کار نخواهند کرد. اینها فکر میکنم که اگر زیاد فشار روشون بیاد به مردم خواهند پیوست و سرنوشت جمهوری اسلامی فکر میکنم به جایی برسه که بشه تغییرات عمده ایجاد کرد. ممنونم از شما. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران همراه ما بودید. شبکه‌های اجتماعی در ایران همزمان با اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای مختلف همچنان محلی است برای ابراز مخالفت و اعتراض نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی. نوشین خانی در استودیو همراه ما تا بیشتر به همین موضوع بپردازیم. نوشین، بیشتر به ما بگو که کاربران چی میگن. فرناز، مثل هر روز که میگم، جدای اون اطلاع رسانی که از سوی کاربرها و فعالان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر اتفاق میفته، مهمترین چیزی که حالا در چند روز اخیر دارن کاربرها بهش واکنش نشون میدن و دربارش مینویسن، همین سرکوب شهروندان در اعتراضات و فضای امنیتی که وجود داره. اگه موافقی جزئیات بیشتر رو من اینجا مرور کنم.
نه تفریح، نه پیشرفت، جوونیمون هدر رفت. شعاری از اعتراض‌های سراسری که کاربران شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌کنند و اون رو نمای تمام قد کارنامه جمهوری اسلامی توصیف می‌کنند. سینا ولی‌الله نوشته درسته. هوا خیلی آلوده شده. بوی دود و باروت و خون و خاک و فریاد چشم رو می‌سوزونه و قلب رو پاره پاره. زیان عبوی هم میگه فرودستان رو در انتخاب مرگ بر اثر گرسنگی و مرگ با شلیک گلوله مختار گذاشتند. یکی از کاربرها هم با هشتگ گرانی افسار گریخته نوشته دیگه وضعیت طوری شده که با سیلی نمیشه صورت رو سرخ نگه داشت. باید با باتوم و گاز اشکاور تن رو کبود و سرخ نگه داشت. یک کاربر هم با اشاره به اختلال و افزایش قیمت اینترنت نوشته سیانت واقعی همینه که مجبور باشی بین بسته اینترنتی و مایحتاج اصلی زندگی یکی رو انتخاب کنی. بسیاری از کاربرها از رفتار حکومت ایران و نهادهای امنیتی با شهروندان معترض اعتقاد می‌کنند. کاربرها معتقدند اعتراض مردم حق مدنی و شهروندی اونهاست و اعتراضشون فقط به افزایش قیمت‌ها نیست. کاربری به اسم ساسان میگه این یه جنگ تمام عیار نظامی، اقتصادی، روانی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی علیه مردمه. یک کاربر هم نوشته با اطمینان کامل میگم هیچی در این کشور کم نداریم. ثروتمندترین کشور جهان هم هستیم. فقط میخوان گرسنه بمونیم تا نتونیم اعتراض کنیم و صدامون در نیاد. کاربر دیگه هم خطاب به حکومت ایران میگه بترسین از خشم و عصبانیت این مردم که به معنی واقعی کلمه تعریفی از خوشبختی و خوشحالی و دل خوش ندارن و دیگه چیزی براشون نذاشتیم که از دست بدن. علی کاربریه که اینطور نوشته درسته که مردم ایران به فقر مطلق رسیدن، دیگه سفره ای ندارن و به سطوح اومدن، اما امروز کسی شعار گرونی روغن یا ماکارونی سر نداده. این یعنی بلوغ و آگاهی مردمی که امروز به دنبال عدالت و آزادی هستند، نسیر شدن شکمشون. گروهی از کاربرها هم از اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی تهران می نویسن و از اونها حمایت می کنن. یک کاربر میگه حاضرم پیاده برم یا پول بدم و تاکسی سرویس بگیرم، ولی سوار اتوبوس با راننده سپاهی نشم. یکی از کاربرها نوشته ملت عزیز ایران، حالا که رانندگان بی‌آرتی اعتصاب کردن، شما هم لطف کنین سوار بی‌آرتی ها با راننده سپاهی نشین، چون با این کار اعتصاب کنندگان بهشون خیانت میشه. کاربر دیگه میگه آقا و خانومی که حاضر نیستی 4-5 روز با تاکسی و اسنپ بری سر کارتو بیای و یکم بیشتر هزینه کنی برای به نتیجه رسیدن مطالبات به حق هموطن خودت، تو هم با سوار شدنت به اون ماشین جایگزین اندازه اون کسی که با توم دستشه و مردم رو میزنه توی سرکوب اعتراضات سهیمی. و در نهایت هم بهرام بیزایی بخشی از نمایشنامه اژدهاهاک رو در استوری اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته فقط ضحاک نبود بدین خوی ضحاکی و ضحاک خویان همگی بر تختند. آری ضحاک به نامهای دیگری سر است و بر سر است. در ادامه هم برمیگردم به فرهناز. ممنونم از تو نوشین که اینجا همراه ما بودیم. با وجود سکوت تعداد قابل توجهی از هنرمندان نسبت به سرکوب مردم در اعتراضات اخیر، گروه اندکی در صفحات اجتماعی خود از مردم حمایت کردند. اندک مطالب منتشر شده در حمایت از معترضان هم بلافاصله از صفحات اجتماعی پاک می شود که نشان دهنده فشار نیروهای امنیتی بر جامعه هنرمندان است. ماهرخ غلام حسین پور نگاهی داشته به آخرین واکنش هنرمندان نسبت به اعتراضات مردم. روز سه‌شنبه و در نخستین دقایقی که 75مین جشنواره کن در فرانسه کلید خورد، اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی در برابر دوربین خبرنگاران در مورد اعتراضات این روزهای ایران واکنش نشان داد. او گفت این روزها مردم ایران طاقتشان تاق شده و به همین دلیل هم اون نمیتواند خوشحال باشد. پرویز پرستویی بازیگر سرشناس هم روز سه‌شنبه در متن نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت این روانی است که مردم از نداری و تنگ دستی در خیابان‌ها گاز اشکاور بخورند و گلوله.
پرستویی که اخیراً به دلیل سفر جنجالیش به آمریکا و درگیری با تعدادی شهروند پرسشگر در مورد ارتباطش با قاسم سلیمانی موضوع شبکه‌های اجتماعی بود، در متن این نامه نوشته مردم توان خرید مرغ و ماکارونی و روغن ندارند، سفره‌هاشان خالی است، شرمنده زن و بچه‌هایشان هستند، جای مردم در کنار خانواده است نه زندان، آن هم به خاطر نبود معاش. اما واکنش حمید فرخ نژاد در استوری اینستاگرام بلافاصله از این صفحه اجتماعی حذف شد. فرخ نژاد نوشته بود بسیاری از آنها از ترس تماس شماره‌های پرایوت که اشاره به شماره تلفن دستگاه‌های امنیتی و نظارتی است، خودشان را قانع می‌کنند که واکنشی نشان ندهند. شهرام ناظری خواننده و موسیقیدان مطرح ایرانی هم گفته اعتراض حق طبیعی مردم است. مردم گرسنه و گرسنه و یه درست نیه که مردم فیسری آنها نوستت زباله بود و به اصطلاح شرمنده جنمنالی هم بود و خانواده این بالاخره قشنگ مشخص است که مردم جعفر پناهی، ترانه علی دوستی، شهاب حسینی، شقایق دهقان، بهرام افشاری و کیوان ملکی از جمله هنرمندانی بودند که در مقابل سرکوب این روزهای مردم واکنش نشان دادند. در شرایطی که کاربران شبکه‌های اجتماعی از سکوت و بی‌عملی این روزهای برخی هنرمندان گلایه می‌کنند، حمایت تعداد دیگری از آنها شاید از حجم انتقادات مردم نسبت به سلبریتی‌های دنیای هنر بکاهد. ماهرخ غلامحسین پور، واشنگتن دی سی. تا دقایق دیگر و بعد از استراحت کوتاه به تازه ترین اظهار نظرها درباره مذاکرات احیای برجام می‌پردازیم. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه می‌گوید پیشنویس برجام از مدت‌ها پیش آماده شده و موضوع‌های مورد اختلاف میان آمریکا و ایران اجازه رسیدن به توافق را نداده. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. ابتدا مرور کنیم بر سرخط خبرها. ادامه اعتراضات ضد حکومتی در گلپایگان و شهر کرد. رانندگان اتوبوسرانی تهران هم در سومین روز اعتصاب دست از کار کشیدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به توقف مذاکرات احیای برجام، پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران احیای این توافق را بی‌فایده خواهد کرد. پس از تقاضای فنلاند برای عضویت در ناتو، وزیر خارجه سوئد هم درخواست پیوستن به ناتو را امضا کرد. و روز جهانی موزه زیر سایه جنگ اوکراین و تخریب آثار هنری و تاریخی این کشور. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد تعدادی از رانندگان اعتصابی بازداشت شده به اوین منتقل شدند، اما از وضعیت دیگر بازداشتی‌ها خبری در دست نیست. رانندگان اتوبوس از 3 روز پیش در اعتراض به مشکلات حقوق و معیشت خود اعتصاب کردند. رانندگان در سامانه 1 در شهرک صدرا، سامانه 2 در مشیریه، سامانه 4 در یاخچی‌آباد و سامانه 5 در جنت‌آباد تهران دست از کار کشیدند. دست کم 14 راننده اعتصابی در 2 روز گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. برآوردها نشان می‌دهد حدود 300 راننده اتوبوس در اعتصاب هستند و شهرداری تهران برای شکستن اعتصاب از 700 خودروی نیروی انتظامی استفاده کرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، از مهمترین خواسته‌های اعتصاب کنندگان می‌گوید. خواسته رانندگان اعمال مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش 37% حقوق است. بر اساس این مصوبه حقوق کارگران 37% اضافه میشه، اما دولت بعد از اون در مصوبه اعلام کرد که حقوق کارکنان دولت عملا 10% اضافه میشه و حالا به تعبیری شاید کارگرانی که در نهادهای دولتی مشغول هستن شامل این موضوع نمیشن. شهرداری تهران هم تلاش کرده که خودش رو مشمول این
مصوبه دولت بدونه و افزایش حقوق تنها 10% باشه، که این موضوع مورد اعتراض رانندگان شرکت واحد هست و اونها اعلام میکنن که در دو سالهای گذشته همواره مشمول مصوبات شورای عالی کار بودن، نه مصوبات دولت درباره حقوق خودشون، و اونها به نوعی کارگر حساب میشدن نه کارمند، چون اگر بنا هست کارمند حساب بشن باید مشمول دیگر موضوعات هم بشن. اما شهرداری عملا تاکنون درخواست را قبول نکرده و مطلبی که مقامات شهرداری اعلام کردن این هست که این باید در یک کمیته 6 نفره تصمیم بگیره و فقط شهرداری در این باره تصمیم گیر نیست. البته مقامات شهرداری تأکید دارن که خواسته رانندگان افزایش 57% حقوق هست، که حالا شاید به نوعی تلاش میکنن خواسته رو جور دیگه جلوه بدن یا مبلغ رو بالا اعلام بکنن، در حالی که حالا اون 57% شامل افرادی هست که حداقل حقوق را میگیرن که اون حدود 5 میلیون قاعدتاً باید باشه، که این متفاوت هست با خواسته کارگرانندگان شرکت واحد و خواسته‌ای که مطرح شده اون 37% هست. برای بررسی روزنامه‌های امروز صبح ایران همراه میشیم با همکارم محمد رهبر در استودیو. خب اجازه بدید ابتدا از اعتصاب رانندگان اتوبوس در تهران شروع بکنیم، اون هم در شرایطی که می‌بینیم پایتخت به دلیل آلودگی هوا تقریبا به حالت نیمه تعطیل در اومده. اما روزنامه‌هایی که خب بیشتر اونها هم در خود تهران دارن چاپ میشن، اصلا اشاره‌ای به این اعتصاب رانندگان کردن؟ خب بله، هیچ کدوم از روزنامه‌ها به جز یک روزنامه هم اینجوری الان می‌بینیم اشاره‌ای به ماجرای اعتصاب شرکت واحد نکردن. 400 نفر از کارمندان و رانندگان شرکت واحد آمدند اعتصاب کردند. خط بی‌آرتی تقریبا مختل شده و کار نکرده و آنگاه هیچ حرفی حدیثی در روزنامه در مورد این نیست. یک گزارش میدانی چیزی اصلا ابدا و نشان بده که احتمالاً سانسوری برقرار بوده. خیلی موقع هم خود سانسوری هست، حتی دستور نمی‌رسه که از طرز خودشون اعتصاب رو پوشش نمی‌دن، در حالی که اینجا اعتصاب کسایی که در مترو کار میکنن، در اتوبوسرانی کار میکنن، یکی از چیزهایی است که همه مردم با اون عادت دارن و اون رو میبینن. در ایران یک تابو هست و گویا که باید حتما مخفی بشه و اون رو نبینن، گویا اینکه سپاهی ها آمدن و نیرو انتظامی هم ماشین هاش رو برد جای شرکت واحد و اینها کار کردن که مبادا نشان داده بشه که شهر مختل هست. احتمال داره اون تعطیلی هم که برقرار شده دیروز و امروز، گرچه همیشه هوا همینطور وضعیت رو داره، برگرده به همین ماجرای شرکت واحد و اینکه اعتصاب اونها یک جورهایی پوشانده بشه. روزنامه همدلی البته در مورد این قضیه صحبت کرده بود، بعد روزنامه همشهری که البته من هرچه گشتم درش هیچ چیز نبود در مورد اعتصاب ها، در همشهری آنلاین که الان صفحه‌شون اینجا ببینیم آمده و گفت یک سوالی رو جواب داده که چرا اتوبوس‌های نیروی انتظامی شما رو اینور اونور می‌برن تو بی‌آرتی. گفت یه اختلالی در خط‌ها صورت گرفته، برای همین هم نیروی انتظامی عزیز اومده راننده‌هاش رو و اتوبوس‌هاش رو به میدان آورده و مردم رو هم ملغ می‌کنه. باز هم این که یک جور سرکوب خبر و سرکوب اعتصاب کارمندان اتوبوسرانی و شرکت واحد که اتفاقا زیر مجموعه مثلا شهرداری تهران هستن، اگه قرار بود صداشون از جایی منعکس بشه بعد از همین روزنامه منتشر میشد. حالا دقت بکنید جایی که اعتصاب طرف رو میان و سانسور میکنن، چطور میخوان به وعده هایی که به او میدن عمل بکنن؟ اون حرفایی که زاکانی در جمع رانندگان شرکت واحد زد، به هر حال دو روز پیش هم سپاه پاسداران ورود پیدا کرده بود خودروی بله. سپاه رو برای جابجایی مسافران استفاده. اصلا با این وضعیت سپاه میخواد جای همه رو بگیره دیگه، جای راننده رو، جای فروشنده رو، جای بازرگانی رو، همه چیز رو. به بعدی برسیم، به روزنامه جمهوری اسلامی که کار به فوق اینها رسیده ها، یعنی زیه جراحی اقتصادی و اینها، آقای دکتر طبیبیان که خودش هم دستی در این اقتصاد وانفسای ایران داره سالها پیش،
اومده و یادداشت نوشته گفته این جراحی نیستش که اینا انجام میدن، اصلا اینها این کاره نیستن و احتمالاً میخوان کمبود بودجه دولت رو جبران کنن. اگر میخواستین چنین کارو رو انجام بدین چرا سراغ خود دولت نرفتین؟ این همه هزینه های بی خودی که هست، شورای نگهبان، دولت، مجلس و سازمان هایی که این همه دارن بودجه میگیرن و هیچ اثرگذاری هم ندارن. و توضیح داده که به هر حال دولت رئیسی این کار رو داره برای خودش انجام میده و در واقع مردم رو داره ذکر میکنه. خیلی یادداشت تندی هم بود از این لحاظ. حالا مدیر روزنامه جمهوری اسلامی هم از رئیس که از عقل جمعی کمک بگیرن، البته نگفته که اصلا اون دوروبرها هست که بتونه کمکی بکنه یا نه. به بعدی به پردازه روزنامه جهان صنعت که امروز در مورد سینماها حرف زده، سینماهایی که اومدن و درخواست کردن که کاربریشون تغییر پیدا بکنه چون دیگه مشتری ندارن، ورشکست دارن. سینما مثلا از عصر جدید بله، اصلا سینماهایی هستن که در حقیقت یک نوستالژی برای یک نسلی از ایران به همراه داشتن، مثلا سینمای پایتخت، سینمای سروش، تمام این سینماها رو ظاهرا دارن تعطیل میکنن و تغییر کاربری میدن، تبدیلشون میکنن به پاساژ و مرکز خرید. حالا وقتی اینا تعطیل میشه خاطرات چندین نسل منقطع میشه، یعنی معنی که تو سینما دیگه خاطره داشتن دیگه در حالت زمان فعلی. آقای رهبر متاسفانه ظاهرا ما مشکل صدا داریم و صدای شما به خوبی به گوش بینندگان و شنوندگان ما نمیرسه. خاطر همین مجبور هستیم که این گفتگو رو قطع بکنیم. در روزهای آینده بیشتر به روزنامه‌های ایران خواهیم پرداخت. محمد رهبر اینجا در استودیو همراه ما بودیم و عذرخواهی می‌کنم از بینندگان و شنوندگان به دلیل این مشکل فنی که پیش اومد. اما بپرسیم به این خبر که جمعی از پرسنل قراردادی شرکت نفت در اعتراض به بلا تکلیفی و مشکلات دستمزد در اهواز مقابل ساختمان مرکزی مناطق نفتخیز جنوب تجمع کردند و خواستار رسیدگی به خواسته هایشان شدند. نه کارگریم نه کارمند، زندگیمون هدر رفت. 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 وزارت خارجه فرانسه میگوید تأخیر در احیای برجام یک خطای جدی و خطرناک است و پیشنویس مذاکرات نمیتواند برای مدت نامحدود روی میز باقی بماند. وزارت خارجه فرانسه در پوسترش و پاسخی مجازی گفته پیشنویس توافق احیای برجام از 2 ماه پیش آماده است، اما اختلاف میان ایران و آمریکا مانع از نهایی شدن آن شده. فرانسه همچنین پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را خطری برای از میان بردن مزایای توافق هسته‌ای خوانده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت واشنگتن قصد ندارد سرنوشت و آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را به احیای برجام که قطعیتی هم ندارد مرتبط کند. نت پرایس گفته واشنگتن به طور قطعی می‌خواهد شهروندان زندانیش را به آمریکا برگرداند. سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم همراه ما هستند. آقای جعفری، بیشتر بپرسیم به همین گفته‌های نت پرایس که گفته آزادی زندانیان آمریکایی در ایران رو به توافق نامطمئن برجام گره نخواهند زد. شما در رابطه با این حرف چه فکر می‌کنید؟ آیا شاهد دیگری هست بر اینکه احتمالاً مذاکرات برجام ناکام مونده؟ ببینید، اظهارات آقای پرایس رو من فکر می‌کنم از چند بعد مختلف و متفاوت باید بررسی کرد. در درجه اول باید این نکته رو مد نظر قرار بدیم که فشار سیاسی بسیار زیادی در داخل ایالات متحده در واقع به دولت آقای بایدن وارد هست که زندانیان سیاسی دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند رو آزاد بکنه. بخشی از اظهارات ایشون رو میشه در چارچوب در واقع جذب مخاطب داخلی امریکا ارزیابی و طبقه بندی کرد. اما در درجه دوم اگر که ما اظهارات ایشون رو در واقع نوعی راهبرد
دولت امریکا بخوایم تلقی کنیم، نشون دهنده این هست که احتمالاً دولت امریکا در نظر داره که حتی در صورتی که برجام شکست بیانجامه هم مذاکراتی رو که برای آزادسازی زندانیان صورت میگیره رو به نتیجه برسونه. این نکته رو هم باید مورد توجه قرار بدیم که این مذاکرات اساساً توسط قطر داره پیگیری و در واقع پی گرفته میشه. و نکته مهم در این روند این خواهد بود که اگر قرار باشه چنین مسیری اجرایی بشه، طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران هم بدون دریافت امتیاز اقدام به آزادسازی این زندانیان نخواهد کرد و یکی از گزینه‌های مد نظر میتونه آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی باشه. البته اگر این مسیر هم بخواد اجرایی بشه، مجدداً فشار زیادی از داخل امریکا به ویژه از سوی جمهوری‌خواه به دولت آقای بایدن وارد خواهد اومد که بدون روشن کردن تکلیف برنامه هسته ایران اجازه داده که پول‌های دیگری به ایران برسه. در چه من فکر می‌کنم در نهایت دولت آقای بایدن ترجیحش این هست که مشابه اون روندی که در توافق هسته‌ای سال 2015 صورت گرفت و آزادسازی زندانیان دو تابعیتی مثل آقای جیسون رضاییان رو گره زد به نوعی به مذاکرات هسته‌ای برجام و ما شاهدش بودیم که روز اجرایی شدن برجام این زندانیان آزاد شدن، امروز هم همین کار رو بکنه، ولی تضمینی وجود نداره برای اینکه در حال حاضر مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسه. اروپا هم نگران پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران. وزارت خارجه فرانسه گفته پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران مزایای برجام رو از بین میبره. واقعا فکر کنید که غرب تا کی بخواد صبر بکنه؟ ببینید، مسئله این هست که گزینه جانشین قابل اتکایی در حال حاضر در دست کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا نیست. ضمن اینکه هزینه‌اش اعلام شکست مذاکرات هم برای هر طرف بسیار سنگین خواهد بود. با توجه به بحرانی که در حال حاضر در اوکراین مشاهدهش هستیم و تجاوز نظامی روسیه به این کشور و تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که شکل گرفته، هیچ یک از بازیگران استقبال نمی‌کنن از اینکه دامن بزنن به تنش دیگر. در نتیجه سعی می‌کنن با تمام تلاششون مدارا بکنن و طرفین رو، به ویژه طرف اروپایی، تلاش داره که مواضع ایران و امریکا رو به همدیگه نزدیک کنه. مویید در واقع این نظر و این نگاه تلاش هایی هست که آقای مورا انجام داده، گفتگوهایی که آقای بورل انجام میده. اما واقعا همونطور که در پاسخ سوال قبلیتون هم عرض کردم، با توجه به اختلافاتی که وجود داره و با توجه به فاصله دیدگاه هایی که میان طرفین دیده میشه، بسیار دشوار هست که بشه این شکاف رو پر کرد. اینکه تا چه زمانی این صبر ادامه خواهد داشت، به نظر میرسه که فکر نمی کنم که این صبر به زودی به پایان برسه، با توجه به تبعات و عواقبی که میتونه شکست مذاکرات و ترک کردن گفتگوها برای طرفین به دنبال داشته باشه. سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم، ممنونم از توضیحات شما. در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ادامه احضار و فشار بر فعالان صنفی معلمان، صلاح آزادی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان به دادگاه احضار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان خواهان توقف پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی و آزادی بی قید و شرط همه معلمان شده. به گزارش این شورا 26 معلم همچنان زندانی هستند. گلشن فتحی از کاربران فعال کلاب هاوس بازداشت شده و دلیل بازداشت و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. بر اساس گزارش‌های رسیده، برخی از کاربران کلاب هاوس در روزهای اخیر از سوی نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدند. از این افراد خواسته شده که نباید علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی سخنی بگویند. گروهی از این کاربران توسط پلیس فتا و برخی توسط وزارت اطلاعات احضار شدند. معاون فنی مرکز سلامت وزارت بهداشت گفت آلودگی هوا سبب شده مراجعه به مراکز درمانی تا 3 برابر افزایش یابد. محسن فرهادی از افرادی که در معرض آسیب هستند خواسته تا حد امکان از خانه‌های خود خارج نشوند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، میانگین غلظت ذرات معلق در برخی شهرها از جمله تهران، اهواز، مشهد و تبریز 6 برابر بالاتر از میانگین سازمان جهانی بهداشت است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو نروژ همراه ما هستند تا بیشتر به همین موضوع بپردازیم. آقای کرمی، چقدر آلودگی هوای تهران رو شما خطرناک ارزیابی میکنید؟ اون هم با توجه به اینکه خب دفعات پیش هم هوای تهران آلوده میشد، چقدر خطرناکتر هست از دفعات پیشی؟ درود بر شما.
ببینید آلودگی هوا رو ما به صورت به دو شکل اندازه میگیریم، یکی غلظت مقدار آلاینده هایی که توی هوا است، یکی جنس و ماهیت این آلاینده ها. الان اون مقداری که اعلام شده بود و به واسطه اون شهر رو تعطیل کردن 238 پی پی ام بوده ظاهرا. در ایران معمولا 150 رو در نظر میگیرن بران حد دیگه دیگه هوا از اون بیشتر آلوده بشه، برای همه میتونه به اصطلاح هوا ناسالم باشه. اما راستش من به یاد ندارم که برای آلودگی از جنس ریزگرد برای این حجم شهر رو تعطیل کرده باشن. یعنی اگه قرار باشه شما ببینید الان عدد 238 تو ذهنتون باشه، تقریبا هفته هاست، ماه هاست در خوزستان، در کرمانشاه، در ایلام این مقدار 8000، 9000، 1800، 900، حتی 10000 و بیشتره. اگه قرار باشه برای 238 از جنس ریزگرد شهر رو تعطیل کنن، تقریبا خوزستان و ایلام و کرمانشاه همیشه باید تعطیل بشن. حالا اگر همیشه بگیم مثلا اقراق 3/4 حداقل 2/3 ایام سال باید تعطیل بشن. البته مثلا برای 300 پی پی ام یا 350 پی پی ام یا یه مقدار نزدیک به اینم هوای تهران تعطیل شده، اما اون برای آلودگی شیمیایی بود. اینجا میگیم میرسیم به جنس آلودگی، یعنی متفاوت با غلظتش. بله برای آلودگی که مثلا دی اکسید کربن، مونوکسید کربن، ذراتی که به سبب ناشی از احتراق سوختهای فسیلیه، اون میتونه خطرناک باشه. اما این مقدار آلودگی 238 برای ریزگرد نمیشه، حتی زیانبار هست ولی نمیشه گفت خطرناکه. حالا مقدار بیشتر از این، یعنی مثلا 1000 رو که خوزستان میاد، چون از سمت عراق میاد، من خاطرم هست که مقامات گفته بودن این از کربلا میاد و نمیدونم برکت داره و مردم ناراحت نباشند و اینها، ولی برای مقدار 1/5 اون که رسیده تهران شهر رو تعطیل کردن. بنابراین با توجه به تصمیمات پیشین مقامات ایرانی، شما چقدر این تعطیلی رو سیاسی میبینید؟ من فقط میتونم بگم که برای این مقدار آلودگی هوا از جنس ریزگرد معمول نیست شهر رو تعطیل کنن. این یک آلودگی خطرناکی نیست، زیانبار هست ولی خطرناک نیست. اگر بخوان برای این قدر تعطیل کنن، اون نیمه غربی شهر رو، شاید کشور رو، نیمه غربی کشور مرتب باید تعطیل کنن. میتونم بگم این معمول نیست و این خطرناک هم نبوده و این تعطیلی از نظر محیط زیستی و اکولوژیکی ضرورت نداشته. ممنونم از توضیحات شما. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو همراه ما بودید. در ادامه مجموعه خبری نگاهی داریم به درخواست فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو همزمان با جنگ در اوکراین. وزارت دفاع بریتانیا هم میگوید روسیه برای غلبه بر مقاومت اوکراین از چندین هزار نیروی چچنی در ماریوپول و لوهانسک استفاده کرده. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. ابتدا مروری کنیم بر سرخط خبرها. ادامه اعتراضات ضد حکومتی در گلپایگان و شهر کرد. رانندگان اتوبوسرانی تهران هم در سومین روز اعتصاب دست از کار کشیدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به توقف مذاکرات احیای برجام، پیشرفت برنامه هسته ایران احیای این توافق را بیفایده خواهد کرد. پس از تقاضای فنلاند برای عضویت در ناتو، وزیر خارجه سوئد هم درخواست پیوستن به ناتو را امضا کرد. و روز جهانی موزه زیر سایه جنگ اوکراین و تخریب آثار هنری و تاریخی این کشور. همزمان با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، وزارت دفاع بریتانیا در تازه‌ترین ارزیابی اطلاعاتی خود گفت روسیه برای غلبه بر مقاومت اوکراین از چندین هزار نیروی چچنی در ماریوپول و لوهانسک استفاده کرده. از سوی دیگر به دلیل پیشروی کند ارتش روسیه در دونباس، روسیه به بمباران مناطق شرقی و مرکزی از جمله شهر دنیپرو ادامه می‌دهد.
مقام‌های اوکراینی می‌گویند سرگرم بررسی همه گزینه‌های ممکن برای نجات سربازان ارتش این کشور از کارخانه فولاد در بندر محاصره شده ماریوپول هستند. صدها سرباز هفته‌هاست در این کارخانه پناه گرفتند. تعدادی از سربازان زخمی در دو روز گذشته به مناطق امن‌تر تحت کنترل روسیه منتقل شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 700 سرباز اوکراینی در ماریوپول تسلیم نیروهای روسیه شدند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد روسیه تاکنون به 226 مرکز درمانی در اوکراین حمله کرده که این حمله ها 75 کشته و 59 مجروح به جای گذاشته. در این مدت روسیه به طور متوسط هر روز 3 مرکز درمانی را هدف قرار داده. مسکو این اتهام حمله به مراکز درمانی را رد کرده. دبیرکل ناتو اعلام کرد فنلاند و سوئد رسماً درخواست پیوستن به ناتو را ارائه کردند. پذیرفته شدن این دو کشور نیازمند تایید تمامی 30 عضو این پیمان است. مسکو میگوید در صورتی که زیرساخت‌های نظامی ناتو در این دو کشور اسکاندیناوی مستقر نشوند، پیوستن آنها به این پیمان تهدیدی مستقیم علیه مسکو نیست. سران فنلاند و سوئد فردا پنجشنبه با جو بایدن در کاخ سفید دیدار و گفتگو خواهند کرد. دولت ترکیه اما گفته تایید عضویت سوئد و فنلاند در پیمان ناتو به برآورده شدن خواسته های آنکارا بستگی دارد. مقام های ترکیه از این دو کشور می‌خواهند گروه‌ها و فعالان کرد مخالف در اسکاندیناوی را سرکوب کنند. ترکیه همچنین خواستار لغو تحریم تسلیحاتی سوئد و فنلاند علیه این کشور شده است. همراه میشیم با همکارم نجوا عالمی از مقابل پارلمان سوئد در استکهلم. نجوا، بیشتر به ما بگو که در داخل سوئد موضوع پیوستن این کشور به ناتو تا کجا پیش رفته؟ خب صبح امروز بعد از ساعت 8 نمایندگان سویدن و فنلاند در بروکسل رسما نامه‌ای درخواست این دو کشور که قبلا توسط وزیر خارجه این دو کشور امضا شده بوده به دبیرکل ناتو طی یک مراسم تسلیم کردند. و دبیرکل ناتو ینس یوستنبری در کنار حمایت و در کنار حمایت از این مورد گفت که یک گام تاریخی دانست. اما این موضوع در داخل سویدن در کنار رای مثبت رای منفی هم داره که از داخل احزاب شروع میشه تا مردمی عام. در داخل احزاب حزبی در روز دوشنبه که همین هفته رایزنی در داخل پارلمان سویدن بود، حزبی چپ و حزب محیط زیست مخالف پیوستن سویدن بر ناتو و بودن و همچنان گفتن این اقدام خیلی سریع صورت گرفته، با آن هم با در نتیجه آرای بیشتر اینا و این نتیجه رسیدن که نامه رو بفرستن بر ناتو. و در کنارش آخرین آماری که امروز نشر شد در رادیو سوید نشان می‌ده که 58% مردم موافق به پیوستن سویدن در ناتو هستند. و همچنان پشت سر ما شما پرچمای دو کشور می‌بینید که این روزها این بحث در سویدن خیلی داغ است و سرخط خبرها اطراف پارلمان هم خیلی رفت آمد است. و همچنان قرار است فردا نمایندگان هر دو کشور به آمریکا سفر کنند و در این مورد از نزدیک با جو بایدن صحبت کنند. همچنان موضوع پیوستن ناتو بر موضوع پیوستن سویدن و فنلاند در ناتو در حدود یک سال یا 6 ماه طول میکشه. احتمال میره با در نظر داشت شرایط کنونی این روند سریعتر انجام شود. ممنونم نجوا عالمی از مقابل پارلمان سوئد در استکهلم همراه ما بودیم. وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست دو روزه در بروکسل برای بررسی امنیت در جهان بسته تازه کمک 500 میلیارد یورویی برای اوکراین را تصویب کردند. جوزف فورل دیپلمات ارشد اروپا با تاکید بر ادامه حمایت از کیف گفت این اتحادیه اجازه نمی‌دهد اوکراین در مقابل تهاجم روسیه بدون سلاح و تجهیزات بماند. اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ تا کنون 2 میلیارد یورو به اوکراین کمک مالی کرده. افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن همراه ما هستند. آقای شاهی، بیشتر بپرسیم به همین موضوع عضویت فنلاند و سوئد در ناتو. فکر کنید که چقدر این موضوع قطعی هست و مخالفت ترکیه چقدر میتونه روی این موضوع تأثیر بذاره؟
سلام، وقت شما بخیر خانم اسمت. به نظر من مخالفت ترکیه رو در دو بُعد حداقل میشه تفسیر و تحلیل کرد. بُعد اول به نظر من یک بُعد داخلیه. ببینید، انتخابات ترکیه نزدیک هست. در یک سال گذشته ترکیه درگیر مشکلات عدیده اقتصادی بوده. محبوبیت حزب آقای اردوغان و شخص آقای اردوغان در حال افول هست. پس بدون شک این یک فرصتی هست، یک ژست نمایشی هست برای آقای اردوغان که از اون عنوان یک نمایش اقتدار استفاده بکنه. بُعد دوم که به نظر من بُعد مهمتری هم هست، اون بُعد خارجیش هست. ما مطلع هستیم که روابط اردوغان با دولت بایدن روابط خوبی در یک سال گذشته نبوده. ترکیه از اینکه ایالات متحده تصمیم گرفت که ترکیه رو از این پروژه هواپیماهای جنگنده بسیار پیشرفته F-35 محروم بکنه بسیار ناراحت است. البته این به خاطر این به وجود اومد که ترکیه تصمیم گرفت که اون سامانه S-400 رو از روسیه تهیه بکنه. خب طبیعتاً باعث خشم ایالات متحده و ناتو شد. به نظر من این یک تلاشی هست توسط آقای اردوغان برای رایزنی و چانه‌زنی با ایالات متحده. همین امروز وزیر امور خارجه ترکیه در ایالات متحده است و به نظر من این مشکل اصلی بین ایالات متحده و ترکیه است و نه لزوما ترکیه و اروپا، و اردوغان به دنبال چانه‌زنی و گرفتن امتیازات است. اما به هر روی در صورتی که سوئد و فنلاند به ناتو بپیوندن، فکر کنید که واکنش روسیه چه خواهد بود؟ خب ببینید، این عضویت فنلاند و سوئد میتونه یکی از بزرگترین تغییرات ژئوپلیتیک رو در اروپا به وجود بیاره. با عضویت این دو کشور حداقل 1,000,000 سرباز بالقوه به قوای ناتو اضافه خواهد شد. و این رو هم فراموش نکنیم که هم فنلاند و هم سوئد از ظرفیت‌های بسیار قابل توجه و پیشرفته نظامی برخوردارن. این به نظر من یکی از بزرگترین کابوس‌های پوتین هست که 1,300 کیلومتر مرز زمینی اون بعد از عضویت فنلاند با ناتو اضافه میشه. به نظر من در وهله اول من بعید میدونم که پوتین تصمیم بگیره که دست به اقدامات بسیار جدی و رادیکالی بزنه، ولی خب همینطور که در قبلا هم دیدیم، ما باید منتظر تحرکات بیشتر روسیه باشیم. حتی در سالیان گذشته قبل جنگ اوکراین ما میدیدیم که به شکل ماهانه بارها و بارها هواپیماهای روسی وارد حریم کشورهای ناتو می شدن و این انتظار میره که از این به بعد این تحرکات رو در آسمانهای فینلند و سوئد بیشتر ببینیم. این ابعاد جنگ انرژی بین اروپا و روسیه بیشتر میشه. همینطور که می بینید 10% برق فنلاند از طرف روسیه تهیه میشه و خب روسیه هم همکنون تهدید کرده که میخواد این جریان صادرات برق رو قطع بکنه. ولی فارغ از این، من بعید میدونم در شرایط فعلی همینطور که اشاره شد پوتین بخواد یک جبهه جدید رو باز بکنه و همینطور که در ماهای گذشته دائما تهدید کرده بخواد دست به یک واکنش بسیار شدیدی بزنه. به نظر من در شرایط فعلی عملا روسیه در یک موضع دفاعی قرار گرفته. ممنونم از توضیحات شما. افشین شاهی، استاد روابط بین الملل از لندن همراهمون بودید. نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. نیروی هوایی ارتش اسرائیل هفته آینده در رزمایشی در قبرس حمله به تأسیسات اتمی ایران را تمرین می‌کند. در این رزمایش که عرابه‌های آتش نام دارد، ده‌ها جنگنده اسرائیلی حضور دارند. نیروی هوایی آمریکا هم با ارسال هواپیماهای سوخت‌رسان در این رزمایش شرکت خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل هم امروز به ایالات متحده می‌رود و فردا با همتای آمریکایی‌اش دیدار می‌کند. تورم سالانه در بریتانیا با رسیدن به بالای 9% رکورد 40 سال گذشته را شکست. دولت بریتانیا تحت فشار است تا برای جبران تورم بالا به اقشار کم درآمد این کشور کمک مالی کند. مقام ها این کشور میگویند بریتانیا در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دارد و ممکن است این وضعیت در ماهای پیش رو بدتر شود.
مجلس نمایندگان آمریکا برای نخستین بار در چند دهه اخیر یک جلسه استماع عمومی درباره اشیاء پرنده ناشناس با حضور مقام‌های پنتاگون برگزار کرد. دو مقام نظامی ارشد آمریکا در نشست کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان تأکید کردند پنتاگون با تشکیل یک کارگروه جدید مصمم است منشأ این اشیاء پرنده ناشناس را شناسایی کند. دولت اسپانیا پیشنویس لایحه‌ای را تصویب کرده که الزام دختران بالای 16 سال را برای داشتن رضایت والدین قبل از پایان خودخواسته بارداری حذف می‌کند. هدف از لایحه جدید اصلاح قانون سقط جنین قبلی است که 7 سال پیش تصویب شده بود. در صورت تصویب این لایحه، زنان شاغل در اسپانیا از حق درخواست مرخصی قاعدگی با حقوق هم برخوردار خواهند شد. پنجمین جشنواره فیلم کن شب گذشته با نمایش فیلم کات از میشل آزاناویسول و اهدای نخل طلای افتخار به فارس ویکتر بازیگر سرشناس آمریکایی آغاز به کار کرد. جنگ اوکراین بر این رویداد سینمایی بی تأثیر نبوده و در اتفاقی از پیش اعلام نشده ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراسم افتتاحیه به صورت ویدیویی سخنرانی کرد. در نخستین روز از جشنواره کن سخنران اصغر فرهادی کارگردان ایرانی در دفاع از خودش در برابر اتهام سرقت ادبی و عدم رعایت کپی رایت در فیلمنامه فیلم قهرمان با سابقه‌های بسیاری در رسانه‌های بین‌المللی داشت. از همین رو همراه می‌شیم با نیلوفر پور ابراهیم همکارم که از کن کاخ جشنواره همراه ماست. نیلوفر بیشتر از تو بشنویم در رابطه با صحبت‌های اصغر فرهادی و صحبت‌هایی که در رابطه با دفاع از خودش در دادگاه مطرح کرده. بله دقیقاً دیروز در کنفرانس مطبوعاتی که هیئت داوران جشنواره کن برگزار کردن یک خبرنگار دانمارکی از آقای فرهادی در مورد دادگاه و حکمی که به گفته او علیه صادر شده سوال کرد. آقای فرهادی به تفصیل در موردش توضیح داد، گفت اولین باره که به صورت عمومی داره در مورد این موضوع اظهار نظر میکنه و میخواد به اخبار نادرستی که منتشر شده به نوعی جواب بده. اشاره کرد به اینکه هنوز برخلاف اخباری که منتشر شده دادگاهی تشکیل نشده و اون چیزی که تشکیل شده جلسات دادرسی و دادرسی قبل از در واقع تشکیل دادگاه بوده که در اونها سوالاتی مطرح شده. اشاره کرد به اینکه توی اون دادگاه که بازپرسش یک روحانی بوده به گفته او، این نظر رو داشته که بحث مربوط به سینما یک بحث علمی نیست، نیازی به در واقع کار تخصصی یا کارشناسی وجود نداره. بنابراین او نظر داده که این پرونده میتونه به دادگاه بره و آقای فرهادی اظهار امیدواری کرد که در دادگاه بحث‌های کارشناسی با حضور کارشناسان کپی رایت اگر مطرح بشه احتمالاً این پرونده خیلی به راحتی حل میشه. به گفته او بر اساس چیزی که آقای فرهادی میگه این بحث مربوط به صحبت‌ها یا شکایت خانم آزاده مسیح‌زاده، کسی که از دانشجوهای آقای فرهادی در دوره‌های کلاس مستند بوده، این موضوع رو خود آقای فرهادی در کلاس مطرح کرده. خانم مسیح‌زاده مستند دو سربرد دو سرباخت رو ساخته و آقای فرهادی میگه این یک اتفاقی بر اساس یک داستان واقعی و اتفاق و شخصیت واقعی مستند ساخته شده و هر کس دیگه هم میتونه در مورد این فیلم بسازه و اینکه این دو داستان شبیه همن به همین دلیله. ولی خب خانم مسیح‌زاده این اتهامات رو، این صحبت ها رو رد میکنه، معتقده که فیلم او مورد مرجع در واقع ساخت فیلم آقای فرهادی قرار گرفته، در موارد بسیاری به فیلم ارجاع داده شده و از مستند که در این فیلم در واقع بوده استفاده شده. آقای فرهادی میگه که جلساتی که با برگزار شده تا حالا سعی کردن این موضوع رو حل بکنن که نشده، به دلیل اینکه میخواستن نام خانم مسیح‌زاده رو در تیتراژ بذارن ولی ایشون میخواسته که در ابتدای فیلم در عنوان‌بندی اولیه گفته بشه که فیلم قهرمان که جایزه بزرگ ژوری کن رو هم دریافت کرده بوده بر اساس فیلم خانم مستند خانم مسیح
علیزاده ساخته شده و همینطور ایشون در تمام درآمدهای داخلی و خارجی فیلم سهیم باشن که تهیه کننده فرانسوی این رو قبول نمی کرده. موضوعی که رسانه ها هم بهش به طور گسترده میتونم بگم پرداختن، چون آقای فرهادی کارگردان شناخته شده در فرانسه و خارج از فرانسه است، خیلی ها به عنوان دفاع ازش یاد کردن یا توضیحات اولیه ورژن در واقع آقای فرهادی در مورد اتفاق یاد شده. نشریه ژورنال دو دیمانش فرانسه به این موضوع هم اشاره کرده که این پرونده زندگی آقای فرهادی رو به نوعی سیاه کرده، به اعتبارش ضربه زده و گفته به نقل از منابعش که حتی باعث شده آقای فرهادی به همین دلیل ریاست هیئت جوری امسال رو از دست بده و به همین دلیل که عضو هیئت داوران و نه جوری و نه رئیس هیئت داوران. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم از اکن همراه ما بودیم. و ما در ادامه مجموعه خبر نیمروزی به مناسبت روز جهانی موزه، خطر تخریب و نابودی موزه ها آثار هنری اوکراین رو مورد بررسی قرار میدیم. همچنان با ما باشید.